بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. من بی تو دم قرار نتوانم کرد، من بی تو دم قرار نتوانم کرد، احسان تو را شمار نتوانم کرد. گر بر تن من زبان شود هر موی، یک شکر تو از هزار نتوانم کرد. خدایا شکر، خدایا شکر بابت تمام نعمت هایی که از ره لطف و رحمت و مهربانی برای ما عنایت فرمودی. و سلام و درود بر حضرت ختم مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت پاک و مطهرشان. و سلام بر شما ساکنان دیار مهر و معنویت. به تماشای این برنامه خیلی خوش آمدید. سپاس از اینکه در کنار کانون گرم خانواده هادی تیوی را برای دیدن انتخاب کردید. با کمال امتنان و افتخار با برنامه‌ای به وقت بیداری روبروی شما خوبان هستیم و در محضر عالم عامل جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای استاد رمضانی، کارشناس امور دین. جناب استاد سلام بر شما، خیلی خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما مجری محترم و همه بیننده های بسیار محترم سلام عرض میکنم. علیکم السلام و رحمت الله. و تشکر میکنم از اینکه این فرصت برای بنده مهیا فرمودین. از خداوند سبحان طلب میکنم به همه ما توفیق بهترین طاعت ها و عبادت ها را مرحمت فرماید. و چون موضوع بحث ما عقل و عاقل و نشانه های عقل و عاقل هست، بله، از خداوند سبحان در همین آغاز برنامه طلب میکنیم که عقل همه ما بشر را کامل بسازد انشاءالله. سلامت باشین استاد، خیلی خوشحالم که باز هم افتخار تلمذ در محضرتان را داریم. همونطوری که فرمودید استاد، در برنامه‌ای با وقت بیداری در قرار دوشنبه شب‌های ما با نشانه های عقل و عاقل در خدمت شما هستیم. در برنامه گذشته فرمودید که از نشانه های انسان عاقل این هست که شکرگزار و قدردان هست، دارای تفکر و اندیشه هست، توشگیر، خب در صدد این هست که توشهی برای آخرت مهیا بسازه. بله. و همینطور انتخاب خوب و برتر داره همیشه. و نظم و برنامه ریزی در کارهایش داره. بسیار. امشب هم ادامه نشانه های عقل و عاقل از شما میشنویم. بله، خب نشانه های عاقل بسیار فراوان است با توجه به بیانات معصومین علیهم السلام، منتها به اندازه وقتی که اجازه میده برای ما بیان میکنیم و باز هم از خداوند طلب میکنیم که هرچی که در این جلسه گفته میشه خداوند توفیق عمل او را برای گوینده و شنونده عنایت بفرماید انشاءالله. یکی از نشانه های بسیار زیبا که از لسان گوهربار معصومین علیهم السلام استفاده میشه صبر است. صبر و استقامت است. یک انسان عاقل بسیار صبور است، بسیار مقاوم هست و در برابر سختی ها، در برابر گرفتاری ها، در برابر مشکلات کمر خم نمی کنه و استقامت می ورزد تا به نتیجه مراد مقصد برسد. در یک روایت زیبای از امیر مومنان هست که می فرماین لا یغلب الحرام صبره. یکی از جاهایی که انسان صبر و استقامت باید بکند در برابر حرام است. لقمه حرام، نگاه حرام، لذت حرام. خب صبر یک مرد عاقل، یک زن عاقل، یک انسان عاقل در برابر حرام که نفس او و هوای نفسانی او، شهوت او میل داره به او یا شکم او میل داره به او حرام، اما چون خداوند متعال او را نهی کرده عقل او به او سفارش میکنه که دست نگهدار، دست نگهدار و صبر. و احتمالا سخت هم هست به خصوص در سن جوانی که میل و شهوت فراوان است. این صبر کردن میشه از نشانه های انسان عاقل، چون گفتیم عقل همون نوریه که به انسان خوب و بد نشان میده. سیار. یا در روایت دیگری فرمودن که و اما علامت الصابر فاربعتون. ای عاقلی که صبر میکنه باز خودش نشانه هایی داره. یکی از صبر علی المکاره، صبر بر سختی ها، گرفتاری ها و مشکلاتی که در زندگی پیش می آیه، این فرد در برابر اونها صبور و استقامت صبور هست و استقامت می ورزد. خیلی عالی. یکی العزم علی اعمال البر، صبر در نیکوکاری. خب یک فردی خداوند به او ثروت داده،
جایگاه داده، این میتونه با این ثروت خود و با فکر خود و با وقتی که داره و اندیشه های نابی که داره بسیار به مردم نیکی بکند. خب نیکی به مردم و خدمت به مردم این خودش نیازمند صبر و استقامت هست. خیلی ها تشکر نمی کنند، خیلی ها قدردان نیستن. این انسان صبوری لازم دارد که با وجود ای که کاستی ها رو می بیند، کسی از او قدردانی شاید نکند، ولی صبور باشد در خدمت به خلق خدا. بازم متوجهی هست که کار را باید برای خدا بکنه، نه اینکه مردم از من تشکر بکنه و قدردانی داشته باشه. یکی صبر بر واجبات هست. خداوند بر انسان به عنوان عبد خدا، بنده خدا، واجباتی مهیا کرده و مکلف کرده انسان و به انجام آنها مثل نماز، مثل روزه، مثل خمس، خمس، حج. بله، حج. خب اینها به خصوص در اوان جوانی و وقتی که انسان خواب او زیاد هست، مثلا در ارتباط با نماز صبح که به سر ساعت خود از خواب بر بخیزه و نماز خودش بخونه، اینا صبر لازم داره. یا از وقت خودش هزینه بکنه و به عبادت خداوند مشغول بشه، اینها صبر لازم داره. یک شعر بسیار زیبایی است که در قالب این شعر خیلی شاعر زیبا واژه صبر معنی کرده و از لابلای این شعر میتونه ما احادیث بهتر متوجه بشیم. شاعر این شعر هم مرحوم بهار هست که این شعر سروده. میگه جدا شد یکی چشمه از کوهسار، بره گشت ناگه به سنگی دوچار. یک داستان چشمه و سنگی رو بیان میکنه. یک چشمه ای از کوه جدا شد و سرازیر شد به سمت پایین. در جلو راه او یک سنگ بسیار به تعبیر درشتی قرار گرفت که اجازه عبور به چشمه نمیداد. بله، جدا شد یکی چشمه از کوه سار، بره گشت ناگه به سنگ دوچار. بعد خطاب به سنگ کرد و با نرمی، با بیان خوش به سنگ گفت که یک راهی بده من از کنار شما رد بشم. اچه. بله، به نرمی چنین گفت با سنگ سخت، کرم کرده راهی ده نیک بخت. بسیار عاقلانه با بیان خوش گفت شما که بزرگوارید از کنار شما هم عبور بکنید، برای یک اجازه بدید. گران سنگ تیر دل سخت سر، زدش سیلی و گفت دوره پسر. اینجا نشاندنده صفت تکبر هست، یک انسان خشن و تکبر که در قالب سنگ اینجا تمثیل پیدا کرده. نه تنها در برابر این پاسخ، در برابر این خواسته معقول چشمه جواب مثبت نداد، بلکه گفت که عرشبت خدمت شما، این گفته شما اجابت نمیشه، بلکه من اصلا از جای خود تکان نمیخورم. دست رد به سینه. بله. نجنبیدم از سیل زورآزمای، که ای تو که پیش تو جنبم ز جای. یعنی غرور و تکبر، تو کی هستی که ما باید این کارو بکنم؟ این فرصت نداد سر راه تو بلند شو. بله، از جای خود برخیزه و کمی کنار برود. این صفت بسیار زشتی است، نشانه جهل انسان است که بله، تکبر بورزه. نشد چشمه از پاسخ سنگ سرد، بکندن در ایستاد و ابرام کرد. ای از این قسمت اون نشانه های صبر بیان میکنه که یک انسان عاقل این رقم برخورد میکنه. چشم در برابر این پاسخی که بسیار مغرورانه بود، متکبرانه بود، دل سرد نشد، ناامید نشد. بله. این یکی از جاهایی که گفتیم آدم صبور در برابر سختی ها مقاوم هست. بله، آدم استقامت میکنه. آدم عاقل صبر داره. صبر داره. خب این اگر چشمه میگفت که حالا که ما با این برخورد بد مواجه شدیم، اصلا میکشم کنار دیگه، به تعبیر از ادامه راه باز میماند. خب یک دانشپژوه در راه تحصیل علم یا در راه تحصیل معنویت، یک کسی که سالک علالدای در راه ریاضت های شرعی، تهذیب نفس، اخلاق بد از خودش دور بکنه، در هر زمینه ده. یک مخترع، او کسی که این لامپ را اختراع کرد، ادیسون، ظاهرا 999 بار اگر اشتباه نکنم یا کمی کمتر بیشتر تجربه کرد، موفق نشد. اگر او رها میکرد، خب این نعمت مثلا شاید ما دیرتر به او میرسیدیم یا از دست دیگر این اختراع صورت میگرفت.
قطعاً حتماً اگر صبر نداشته باشیم در این راه دچار مشکل بسیار زیاد میشیم. شعر گفتن یادم آمد، میگه صبر بسیار صبر بایست را گر به مقام چو زیب، تا که پای نزنی چشمه زمزم مطلب، تا غبار رهی مکتب نکنه سرمه چشم، رفعت کرسی استاد معظم مطلب. همه که فرمودن یک دانشجو دچار مشکل میشه، این شعر یادم آمد. گاهی امکان داره که او استاد او رو مثلا با توجه به موقعیت برخورد خوبی نداشته باشه، یا خب جایگاه به تعبیر این دانشجو میطلبه که اینجور برخورد بشه با او، نه بعد او دل سرد بشه و از ادامه تحصیل باز بمانه. اینجا گفت که نشد چشمه از پاسخ سنگ سرد، به کندن در ایستاد ابرام کرد. شروع کرد به کندن زمین که از زیر این سنگ یا از بغل این سنگ یک راهی بجوید. بسی کند و کاوید و کوشش نمود، که از آن سنگ خارا رهی برگشود. شروع کرد به کندن تا یک راهی از کنار این سنگ پیدا کرد و عبور کرد. یعنی در روایت هم داریم که عرشبت اگر این راه نشد، خداوند راه‌های دیگری را قرار داده، که در یک شعری هم هست که اگر خداوند از سر حکمت دری را خدا ببندد، خدا حکمت ببندد دری، بله زر رحمت کشد دری دیگری. این فکر نکنه انسان وقتی یک در بسته شد تمام درها بسته شده، نه من. رحمت خدا یه سرچشمه یک باشه عالم خوش بله. میشه، چنین نیست. بعد شاعر میگه که زکوشش به هر چیز خواهی رسید، تلاش اگر بکنی، استقامت اگر داشته باشی، به هر چیز خواهی رسید من. به هر چیز خواهی کماهی رسید، به همون رقمی که مطلوب تو بوده میرسی. برو کارگر باش و امیدوار، که از یأس جز مرگ ناید به بار. میگه برو تلاش کن، صبور باش، یک انسان عاقل تلاش میکنه، امیدواره. یک بار شکست بخوره ناامید نمیشه، دو بار شکست بخوره تا زمانی که به موفقیت برسه. سیار گرت پایداری است در کارها، شود سهل پیش تو دشوارها. اگر پایداری بکنی، استقامت بکنی، هر سختی آسان میشه. بله هر سختی آسان میشه. بنابراین یک انسان عاقل در برابر سختی ها، در برابر مشکلات صبور است تا به مطلب و به مقصود خود برسه. صبر کلیدی هست برای حل تمام مشکلات زندگی. باید به صبر به چشم یک مهارت دید. بله در حقیقت هر کسی که به جای رسیده یک سختی هایی را تحمل کرده تا به اونجا رسیده. یک بزرگواری میگفت ما این روغن کنجد که نگاه میکنیم خیلی شفاف هست، این روغن میبینیم، ولی اون ضرباتی که بر سر او کنجد خورده تا این روغن پس داده، اون ضربات ما یا اون فشاری که دیده، اونو ما متوجه نمیشیم. در رسیدن به جای خوب حتما باید زحمت بکشیم. در روایت از حضرت امیر مؤمنان هست که میفرمایند ثمرت العقل الاستقامه، میوه عقل استقامت است و صبور بودن است. یا فرمودن که علامت قوت العقل الصبر علی الوحده، گاهی هست که انسان رفیقهای خوبی نی اطراف او، باید تنها باشه تا گرفتار بدی نشه. خود صبر بر تنهایی میگن از اگر تو فکرت بد کرده بی رفیق باشه بهتر. میگن اگر تو با ما میای باید این کار انجام بدی یا این مواد استعمال بکنی. خب این فرد میگه یک جمعه داریم، بگه به اونا نریم تنها میمانیم. خدا میگه تا تنها باشی و اون راهی که حکمت و عقل است، صبر بر این تنهایی، این نشانه عقلت است. یا در روایت دیگه داره که یکی از جاهایی که صبر لازم هست اینه که انسان گوش بده به حرف یک انسانی که مظلوم واقع شده، یک انسانی که گرفتاری در زندگی او هست. اینم یکی از انواع صبر و نشانه عقله. فرمود من السعدد از صبر و الاستماع شک و الملحوف. گاه دیدیم یک فردی دوست داره که یک کسی به حرف دل او گوش بکنه، طبعا درد دل هم زیاد داره و وقتی که بیان میکنه کلمات خودشه آرام میشه. اینجا گفتم که یک انسان عاقل به حرف او گوش میده. ببینید خداوند به پیامبر فرمود هو اذن، پیامبر گوش هست، یعنی به حرف مردم گوش میداد. اگه یک کسی مسئول است در جایی، یک کسی جوری هست که از دست او گره گشایی برمیاد، این گوش بده به حرف مردم. خود گوش دادن به حرف یک کسی که گرفتاری داره، هرچند که شاید از دست ما رفع گرفتاری برنه، ولی همه گوش دادن به حرف او آرامش میکنه و او را آرام میسازه.
این هم از نشانه های عقله. بسیار عالی استاد. قبل از اینکه بریم سراغ نشانه بعدی، پول ارتباطی برنامه را اعلام بکنم. بیننده های عزیز و گرامی، مثبت 964 780 255 4013 پل ارتباط میان شما و برنامه به وقت بیداری هست. میتونید گوشه های همراهتان را بردارید، هر سوال و یا هر گونه انتقاد و پیشنهاد دارید از طریق ارسال پیامک در صفحه واتساپ ما با ما در میان بگذارید. همچنان از شما دعوت میکنم که آدرس های ما را در صفحات اجتماعی چون آپارات، فیسبوک، تلگرام، اینستاگرام و یوتیوب دنبال کنید و حتما گزینه های لایک کردن، خوش داشتن و پسندیدن را فراموش نکنید. باید یادآوری کنم خدمت شما که برنامه به وقت بیداری برنامه تربیتی، فرهنگی، اجتماعی و دینی هست که هر شب حدود ساعت 8 به وقت کابل از پنجره باصفا و با معنویت شبکه جهانی هادی تیوی تقدیم حضور گرم شما خوبان میگردد و همچنان تکرار این برنامه را هر روز بعد از نماز ظهر و عصر فراموش نکنید. بفرمایید استاد. بله. یکی دیگه از نشانه های عقل و انسان عاقل رفتار خوب و گفتار خوب هست. بسیار. ببینید رفتار خوب و گفتار خوب در حقیقت همون چیزیه که عقل انسان به انسان سفارش میکنه. بله. در یک روایت زیبا از وجود مقدس امیرالمومنین هست که میفرمایند کیفیت الفعل تدل علی کمیت العقل. کیفیت فعل یعنی چی رقم شما این فعل انجام میدین، این نشانه درست. مقدار عقله. به عنوان مثال شما به یک نفری میتونین بگیم که بفرما بنشین، خیلی با زیبایی میتونیم با لحن دیگری به او بگیم، آمرانه بگیم، یک جوری که تحقیر در او باشه. اینم گفتن هست، ولی شما از کیفیت گفتار او، از کیفیت گفتار او به میزان عقل او پی میبرین. کسی که با ادب صحبت میکنه، زیبا صحبت میکنه، عقل او کامله. لذا در یک روایت داریم که میفرمان هست رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که اکمل الناس عقلا احسنهم خلقا، کاملترین آدم ها از لحاظ عقل اونیه که از همه اخلاق او بهتره. خیلی زیبای این حدیث، یعنی ما ببینیم در خانواده با همسر خود، با پدر خود، با فرزند خود چی رقم برخورد میکنیم، در همسایگی ما با همسایه چی رقم برخورد میکنیم. این نشانه عقل مایه. هر مقداری که حسن خورد، اگه همین حدیث، فقط همین حدیث در بین خانواده های ما رواج پیدا بکنه که هر کدوم سعی کنیم که خلق ما نیکوتر باشد، باور کنید که بسیاری از معضلات خانوادگی حل میشه. قطعا و حتما زندگی شیرینی داره. که فرمود اکمل و اکمل الناس عقلا احسن هم خلقا، او کسی که خلق او نیکوتر هست عاقلتر هست. و یکی از رفتارهای خوب انصافه. یک انسان عاقل خیلی منصف هست. انصاف چیه؟ انصاف از خود ماده نصف کردن، یعنی خود انسان به جای طرف مقابل بگذاره. در حقیقت در حقوق یک بحث دارن به نام قاعده کلیدی بله، کلید طلایی به تعبیری اصطلاحات مختلفی میبرن. او همه قاعده انصافه، یعنی اگر یک کسی که حق دیگری رو غارت میکنه، خب این خودش بذاره به جای او فرد که اگر او حق ای رو ضایع بسازه آیا ای راضی هست. یک کسی که به دیگری توهین میکنه و تحقیر میکنه او رو، خودش بذاره به جای او فرد مقابل، آیا او تو میپذیری توهین تحقیر؟ یک کسی به دیگری کم فروشی میکنه، یا جنس بسیار گران میفروشد، یا جنسی که خوب و مرغوب نیست به جای جنس مرغوب میفروشد. آدم فرصت طلب در جمع. بله. انصاف نداره. در تمام این موارد این نشانه جهل انسانه. یک انسان عاقل خودش میذاره به جای طرف مقابل، یعنی منصف هست. ای بسا که مشتری اگر این قیمت رو بگیم او قبول میکنه، ولی خود این فرد یک داستان داره که یه وقتی یک بزرگواری خیلی علاقه داشت که پیشه به امام زمان برسد و جمال مقدس امام رو ببینه، مشاهده بکنه. یک ریاضت های میکشید، دعاهای میخوان. یک وقتی به اون بزرگوار
به طریقی بعد از یک مدتی گفتن که در فلان بازار امام زمان تشریف میارن، شما در فلان روز فلان ساعت در اونجا باشید. حضرت آمدن کنار یک پیرمرد قفل ساز یا قفل فروشی نشستن و ای متوجه شد، ولی فرمودن چیزی نگو، صحبتی نکن، فقط نگاه کن. بعد یک پیرزنی بانوی محترمی آمد، یک قفلی داشت که میخواست بفروشه، گفت که ای رو به چند میخرین شما؟ مثلا گفت فلان مبلغ این رو از شما میخرم، قیمت واقعی کمی از این مبلغ که من گفتم بیشتره و چون دوست دارم که مقداری هم خودم کاسبی بکنم به این مبلغ میخرم. ای تعجب کرد این بانوی محترم، گفت که منو مسخره میکنید؟ گفت نه، من قصد تمسخر شما ندارم. گفت من از سر این بازار تا آخر این بازار رفتم، نصف این قیمتم نگفتم، خیلی کم، ای به درد نمیخوره، ای چی به درد میخوره این چی؟ این پیرمرد گفت نه، قیمت واقعی او این مقدار هست و تازه من سودم از این من بخورم یک مقداری. بسیار خوشحال شد. حضرت فرمودم که اگر این گونه شما عمل بکنید، ما خود ما به سبقه شما میاییم. یعنی انصاف در جامعه، در برخورد با همسر. خب توهین چرا به همسر؟ یک مرد یا فرق نمی کنه، زنی اجازه بده که توهین بکنه، حرف ناروا بزنه، این بی خلاف انصافه. این نشانه اینه که عقل ما کامل نیست، کامل نیست. درست نیست. خیلی نیاز داریم به این که خدا انشاءالله یکم بیشتر بده. لذا این که در روایت هم داریم که از خداوند در حالات خاص بعد نمازها تضرع کنید، بخواهید که خداوند عقل ما رو کامل بسازه. پس رفتار خوب، گفتار خوب، این نشانه عقل انسانه. یکی هم اعتداله، یعنی میانه رو بودن، که یک رفتار خوبه. در یک روایت از حضرت امیر داریم در نهج البلاغه، هم فکر کنم این روایت هست، که فرمودن که لا تر الجاهل اما مفرطن او مفرطن. شما نمیبینی یک انسان جاهل را مگر اینکه یا زیاده روی میکند یا کوتاهی میکنه. مثل یک معتدل و برادر نیست. فرض کنیم یک غذایی را مثال بزنید، یا با نمک خیلی شور میکنه یا اصلا نمک نمیزنه. مثلا نرز بکنیم وقتی که مثلا میخواد انتقام بگیره، بسیار سخت انتقام میگیره، و حتی وقتی که یک فرض کنید کار کوچیکی از کسی ببینه، بسیار شدید برخورد میکنه، سخت میگیره. بله، میانه رو باشه انسان. اگر بازی هم میکنه، تفریح هم میکنه، مبادا که از درس و بحث خود باز بماند. بله، هر کار رو به اندازه سر جای اگر درس و بحث میخونه، مبادا که از تفریح و لذت های حلال خود و رسیدن به خانواده خود باز بماند. اگر کارو تلاش میکنه، مبادا از سلامتی خود غافل بشود. اگر زحمت میکشه، مبادا از عبادت و بندگی خدا غافل بشه. در مثال ساده او، یک وقت یک کسی گفت که من رفتم پیش وجود مقدس امام صادق علیه السلام، گفتم آقا یک نفری هست مبتلا به وسواس شده در بحث وضو، هی وضو میگیره باز میگه نشد، باز وضو میگیره باز میگه نشد، ولی فرد عاقلی هست، آدم فهمیده. فهمیدم کجای او عاقله، کجای او عاقله؟ داره وسواس. این کسی که وسواسه، عقلش دچار مشکل شده. عقل میگه یک بار شستی کفایت میکنه دیگه. یعنی میانه رو، کسی که پس زیاده روی میکنه در وضو، در هر کاری، این نشان دهنده اینه که عقلش کم. عقلش. پس خیلی بر این رفتار شکر استاد. میان برنامه ببینیم در ادامه در خدمت شما. بیننده های عزیز و گرامی، میان برنامه کوتاه رو با هم میبینیم و ادامه برنامه رو فراموش نکنیم. معبود من، مرا این عزت و ارجمندی بس که بنده تو باشم، و این سرفرازی بس که تو خدای من باشی. تو همان گونه هستی که من دوست دارم، پس مرا چنان بساز که خود دوست داری. خدای من،
اگر از من نیکی هایم را بخواهی همه را به تو خواهم بخشید، با این که خود به آنها سخت نیازمندم. من بنده تو هستم و تو پروردگار منی. خداوندا، به تو پناه میبرم از اینکه بیرون مرا در چشم مردم زیبا نمایی و درونم را با کارهایی که از تو می پوشانم زشت گردانی، تا در برابر نگاه های مردم از خود نگهبانی کنم و از این راه نیکویی بیرونم را به مردم بنمایم و کارهای زشتم را به سوی تو روان کنم، تا از این راه به بندگانت نزدیکی جویم و از خوشنودی تو دور شوم. مذهب زنده‌دلان خواب پریشانی نیست. مذهب زنده‌دلان خواب پریشانی نیست، از همین خاک جهانی دیگر ساختن است. بیننده‌های عزیز گرامی، دوباره سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید. سپاس از اینکه در کنار کانون گرم خانواده همچنان ما را همراهی می‌کنید. ادامه برنامه‌ای به وقت بیداری را بیننده هستید و در خدمت جناب استاد احسانی هستیم. استاد، دوباره سلام عرض می‌کنم خدمت شما و با نشانه های عقل عاقل در خدمت شما بودیم. صبر و استقامت و رفتار و گفتار نیک را بیان فرمودید. بله. یکی از نشانه های بسیار زیبا و البته بسیار دقیق نسبت به عقل عاقل، رأی و اندیشه نیکوست. یعنی یک انسان عاقل بسیار دقت میکنه در رأی و نظری که ارائه میکنه. چرا؟ به خاطری که در هفته های قبل گفتیم که یک انسان عاقل شخصیت متفکر هست. یک نظر که میده بسیار تفکر میکنه، بسیار روی او اندیشه میکنه تا او نظر خودش بیان بکنه. در یک روایتی از وجود مقدس امیر مومنان هست که میفهمن رأی الرجل میزان و عقله. اون نظری که میده در یک جمع میگم آقا نظر شما چیه؟ نظری که میده نشان دهنده میزان عقل او هست. بله. اندازه عقلش. بله. اگر یک کسی نظری داد که قوم جمع شد، اتحاد شد، تفرقه از بین رفت، دودستگی از بین رفت، نزاها برطرف شد و باعث مسرت و شادمانی و سعادت قوم شد، این میشه عاقل. این عاقل با نظر عاقل. به یک مثال عرض کنم خدمت شما، در زمان قبل از بعثت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم جریان شد، در یک جریان سیلی کعبه تخریب شد، مقداری از کعبه، کعبه مکرمه. خوب قبیله های عرب با همو حس و حالی که داشتن احترام به این خانه داشتن، چون یک خانه شریف بود و خب افتخارم میکردن به که گاهی قبیله مثلا پردهداری کعبه یا کلیدداری کعبه نصیب او میشد. خب هر قبیله مقدار از دیوار خانه کعبه را بالا برد تا رسیدن به ای که باید حجر الاسود در جای خودش نصب بشه. خب این حجر الاسود هم بسیار داستان زیبایی داره که ای چی رقم آورده شد و نقش مهمی هم داره، به خاطر ای که حاجی وقتی که هفت دور خانه خدا طواف میکنه و هنگام شروع خط شروع از مقابل حجر الاسود شروع میشه، یعنی آغاز نقطه مشخص شروع. بله، یک فرض کنید چون که 4 تا زاویه داره، 4 تا گوشه داره خانه کعبه، مثل هر خانه مکعب دیگه، کعبه 4 گوشه است، یک خط سبز رنگی موازی با او گوشه که حجر الاسود نصب کشیده شده، از روی او خط سبز رنگ شروع میکنن دیگه دور خانه طواف کنن و ختمشن به همون جا باز میشه، 7 دور. خب خیلی جایگاه عظیمی داره، باز آدابی داره که به او میرسن، سلامی داره نسبت به او، دعایی داره. در این که چه قبیله ای سنگ به جای اساسی خود بگذاره نزاع شد،
به حد نزاع بالا گرفت که برخی آمدن با به تعبیری با هم قبیله های خود پیمان بستم که تا قطره آخر خون می جنگیم، تا نفس هست پیمان خونی بستن که ما باید این سنگ قبیله ما بگذاره. او گفت قبیله ما بگذاره. نزدیک بود یک جنگ بسیار خانمانسوزی بین قبیله های مختلف رخ بده، به سر چی سره ای که این سنگ کی به جای بگذاره. و به یک فردی خدا به دل او انداخت یا اندیشمندتر بود، عاقل‌تر بود، گفت که هر کسی که از اولین نفری که وارد این محدوده و این مسجد الحرام شد نظر او رو میپرسیم. هر کس او گفت که هر قبیله او گفت هر قبیله او هر کسی گفت حرف خوبیه، اینو پذیرفتن. اتفاقا وجود مقدس پیامبر حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم آمدن و داخل شدن. اینا بسیار خوشحال شدن چون حتی قبل از اینکه پیامبر به پیامبری مبعوث بشن به محمد امین مشهور و معروف بودن، در امانت داری و صداقت و پاکی مشهور بودن، شهره شهر. خب گفتم چه بهتر، چه کسی از محمد امین بهتر که رأی بسیار زیبایی خواهد داد. خب گفتن مشکل چیه؟ گفتن که بله ما این سنگ رو مهم بگذاریم نزاور سر گذاشتن سنگ. گفتم این که غمی نداره، یک عبا یک پارچه بیارین این سنگ بین این پارچه بگذارین، هر قبیله گوشی این سنگ بگیره، گوشه این عبا رو بگیره، این پارچه رو بگیره بالا کنن. خب گفتم این خیلی رأی خوبیه. این گوشه پارچه رو گرفتن، وقتی که این چند تا قبیله گوشه پارچه گرفتن خود حضرت با دست شریف خودشون این سنگ گرفتن و در جای معین خودش نصب کردن. بسیار زیبا، یعنی یک نزاعی که بنا بود نزدیک بود انسانهای بیگناهی کشته بشن با یک رأی بسیار حرش. زیبا، این نشانه عقله. این سنگ توسط یک آدم قابل حمل بود؟ بله بله بله. بنابراین یک رأی گاهی خونهای فراوانی رو حفظ میکنه، جنگهای فراوانی رو حفظ میکنه. این یک نمونه. یا مثلا در ارتباط با جناب سلمان محمدی بگیم که ایشان در او جریان جنگ خندق وقتی که پیشنهاد کرد که ما در منطقه‌ای که بودیم دور شهر خودمان در مواقعی که جنگ میشد یک چاله خندقی میکندیم، یک نظر خوبی بود و در شکست دشمن در این جنگ بسیار نقش اساسی داشت. یک نظری بود که عاقلانه بود و پذیرفته شد. یا در جریان مباهله، خب مباهله ای بود که عده ای از مسیحیان آمدن پیش پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم درباره حضرت عیسی سوالاتی داشتن و نشانه های پیامبری در پیامبر مشاهده کردن، ولی خب به هر حال عده ای عالمان و آمدن قبول نکردن، عمدن خود به نفهمی زدن. بله، بنا شد که مباهله بشه. یعنی پیامبر فرمودم اگر که شما میگین من بر حق نیستم، ما حاضریم که خدا را به داوری قرار بدیم که خداوند بین ما قضاوت بکنه، به این رقم که از خداوند درخواست میکنیم او گروهی که دروغ میگوید و کذاب هست او از بین بره، و او گروهی که راسته و صادق هست او باقی بمونه. زمان مشخص شد، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در روز موعود وجود مقدس امیر مؤمنان فاطمه زهرا سلام الله علیها، امام حسن و امام حسین علیهم السلام را با خودشان بردن، خانواده ها و عزیزانش، بله 5 نفره. او بزرگان مسیحی ها قبلا به خود گفته بودند که اگر با خانواده خود این شخص آمد راست میگه، چون در این نفرین که از خداوند طلب کنیم آن که دروغگو هست از بین بره، خب یک کس حتما یک تعداد نابود میشه، خانواده خودش نمیاره دیگه، عزیزان خودشه. باز وقتی که اونها نگاه کردن در این روز این اشخاص آمدن، پرسیدم خب اینا کیم که با این شخص آمدن؟ گفتم این شخص که وصی اوست، امیر مؤمنان، پسر عم او هست و داماد او هست. او فرد
او دخترشان هست، فاطمه زهراست. اینا اهل بیت پیامبر. بله، فرزندان گفتن با اینها مباهله نکنید، که اگر مباهله کنید چهره هایی که ما میبینیم دعا کنند یک نفر از شما نمیمانه. این خودش یک نظر خوب بود، هرچند اینها بعد ایمان میآوردن، ولی باز همین نظر هم یعنی قوم خودشانه از نابودی و هلاکت حفظ کردن. پس خودشان هم عقلی کازی بوده. بله، بله. پس یک انسان خردمند در بین قوم اگر باشد میتونه جان قوم خودش حفظ کنه. گاهی هم برعکس میشه، یک انسان جاهل میلیون ها آدم را به کشتن بده. مثلا در جریان جنگ جهانی دوم هیتلر که خب تعبیر آغاز کننده جنگ بود، یک کاری کرد که تقریبا 50 میلیون نفر به خون غلطیدن. خب این جنگ هایی که در گوشه و کنار جهان میشه به خاطر همین تصمیم ها و رأی هایی که اینا جاهلانه گرفته میشه. جاهلانه. اینه که میگن در زمان وجود مقدس امام زمان که تشریف بیارن خداوند عنایت میکنه، دست رحمت میکشه بر سر انسان ها و عقل اونها کامل میشه، دیگه جنگی خود به خود وجود نداره. بنابراین یکی از نشانه های عاقل ایه که رأی و اندیشه بسیار درست و صحیحی ارائه میکنه. بسیار عالی. بیننده های عزیز و گرامی، فراموش نکنید مثبت 964-780-255-4013 پل ارتباطی میان شما و برنامه با وقت بیداری هست. میتونید تلفن های همراهتان را بردارید، سوال و یا هر گونه انتقادات پیشنهادات دارید از طریق ارسال پیامک در صفحه واتساب ما با ما در میان بگذارید. همچنان این برنامه را هر شب ساعت 8 به وقت کابل فراموش نکنید و تکرار برنامه هم بعد از نماز ظهر و عصر هر روز. بفرمایید. خب اگه فرصت اجازه بده یک نشانه دیگر هم از نشانه‌های عقل در بیان بکنیم و باز هم در اینجا دوباره و برای بار سوم از خداوند طلب میکنه که توفیق عمل به ما عنایت بفرماید. یکی از نشانه های بسیار مهم عقل و عاقل حلم و بردباری در برابر عملکرد انسان جاهل هست. خب در زندگی انسان گرفتار میشه با انسان هایی که اینها رفتار جاهلانه ای دارن، به انسان توهین میکنن، به انسان برخورد نامناسب میکنن. عاقل در برابر این برخوردها چه رقم عمل میکنه؟ با بردباری، با متانت، با روی خوش. در روایت از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم داریم که در نشانه های عاقل فرمودن ان یحلم یا یحلم امن جهل علی. یک انسان عاقل نسبت به کاری که در برابر او از سر جهل شده حلم می‌ورزد، بردبار هست. حضرت امیر می‌فرمایند که یم بقی للعاقل ان یخاطب الجاهل مخاطبت الطبیب المریض. عاقل سزاواره که وقتی یک کسی با او جاهلانه برخورد میکنه مثل طبیب عمل کنه. بله. امکان داره یک طبیب که بالا سر مریض میاد چون درد میکشه داد بزنه سر ای پزشک، ممکنه که پیراهن او رو بکشه، ممکنه که او قضایی که آورده بزنه زیر او ظرف قضا و همه لباس ای طبیب چکار کنه آلوده بسازه. بله. ولی طبیب میداند او درد میکشه، او حالت عادی نداره، او با تصوری که او داره انگار طبیعی جلوه میکنه. من که فهمیده هستم ما باید کاری کنم، اتفاقا یک نوازش بکنم او، یک شربت آرام بخش به او بدم. بله. یک نسخه زیبا بپیچم که او آرام بگیره. این میشه یک انسان عاقل. فرمودن که در برابر برخورد جاهل مثل طبیب عمل کند در برابر مریض. اگر نادان به من توهین کند از آن نمیرنجم، ادب را هر که نشناسد کجا قدر سخن داند. آفرین. ماشاءالله. یک روایت دیگه داریم که فرمودن عقل الناس، عاقل ترین آدم ها، من لا یتجاوز از سمت فی عقوبت الجهال. از سکوت او ورتر نمیره، یعنی در عقوبت یک انسان جاهل، یک جاهل با ما کار ناروایی انجام داده، برخورد ناروایی انجام داده، آقا میفرماین که عاقل کسیه که از سکوت او ورتر نمیره، یعنی آخرین عقوبتی که یک عاقل نسبت به جاهل روا میداره سکوته. سکوت میکنه، سکوت بدترین
شلاقی است که عاقل به پیکر جاهل میزنه. مایزا خاطب الجاهلونه قالو سلام و بله. یک روایت بسیار زیبا هست که یک وقتی هر شبت خدمت شما یک فردی پیش پیامبر آمد. پیامبر یک عبایی داشتن که کمی حاشیه او خشن بود، درشت بود. انس ابن مالک نقل میکنه که یک فردی آمد خیلی به شدت ای عبای پیامبر کشید، به نوی که ای گوشه عبا و گوشه لباس پیامبر به گردن مبارک پیامبر یک علامت و خراشه و آثاری گذاشت و به شدت یک مطالبه ای هم داشت که بعد این مقدار به من مثلا فرمودن که با تو همین رقم برخورد کنم. گفت او نه، چون شما بدیر با خوبی پاسخ میدن. پیامبر من لبخند زدن و او خواسته ای اوه بسیار به زیبایی و متانت انجام دادن. ای در سیره اهل بیت علیه السلام از این نمونه ها ما بسیار فراوان داریم دل. که یک شعر بسیار زیبایی یک شاعر زروده میگه بگیتی، یعنی به جهان بگیتی عالمی کو بردبار است. عالمی که در کنار علم حلم و بردباری داره. چون گاهی وقتا یک انسان درس خوانده ولی در مقام بردباری کم میگذاره، خیلی بردبار نیست، این به درد نمیخوره. هوای علم هستش. عالمی که در کنار علم خود حلم داره. بگیتی عالمی کو بردبار است، به شمعش عالمی پروانوار است. این میتونه عالم را اداره بکنه. پروانوار دور او میچرخند. چون این با حلم خود چراغ جامعه در واقع انسان ها را جمع و جور میکنه. خلائق را به دانش پیشوا اوست. او میتونه پیشوای مردم باشه. یکی از صفات رهبری همو حلم و سعی صدر و بردباری است. به اقلیم سعادت راهنما اوست. در یک روایت زیبایی داریم که حضرت میفرمودن که الحلم زینت العقل. زیبایی عقل به اینه که انسان بردبار باشه. هر چیز بردبارتر باشه عقل او زیباتره و جلوه بهتری داره. در یک جریان داره که یک وقتی یک کسی به قنبر خوب غلام حضرت امیر مؤمنان بود ولی بسیار در روایات داریم که جایگاه و شخصیت والایی داشته. یک کسی به قنبر ناسزا گفت. قنبر یک لحظه اراده کرد، قصد کرد که عمل به مثل بکنه. حضرت متوجه شدن و بسیار زیبا. ببینید چقدر اهل بیت خود اونها که در اوجن نسبت به ایجور عمل کردها حتی شاگردان خودشانه بسیار زیبا تربیت میکنن. حضرت فرمودن که یا قنبر دع شاتمک. قنبر رها کن کسی که بگذر. رها کن. بعد فرمودن که اگر این کارو بکنی سه تا نتیجه مثبت به دستت میای. یکی که خدا بسیار خوشنود میشه. یعنی عالی ترین جایی که بهتر از این عالی ترین جایی تو روایت داریم. عالی ترین جایی که یک انسان خدا رو خوشنود میسازه وقتی که در برابر جاهلی سکوت کنه، بردباری کنه، عمل به مثل نکنه. خب این که تو اینجا سکوت بکنی یک نتیجه اینه که خدا بسیار از تو راضی میشه. دو، شیطان بسیار ناراحت میشه. یعنی شیطان کیف میکنه که دو تا آدم با هم فحش بدن، ناسزا بگن، لتکوب کنن، یا خدای نکرده خونریزی بشه، جنگ بشه. چون او قسم خورده دیگه که او از هر عملی کرده لذت میبره. وقتی که رانده شد قال که فب عزت که لاغوینم اجمعین الا عباده که منهم المخلصین. قسم یاد کرده. بله. پس این دوی ای که گفتن فرمودن که شیطان بسیار ناراحت میشه. و سه، بزرگترین تأدیب تو نسبت به او جاهل انجام دادی. یعنی او ادب میشه. همین که سکوت کنی او ادب میشه. حالا بر فرض هم بکنیم که ادب نشه ولی او دوتای اول بسیار مفیده. پس بنابراین یک انسان عاقل کسی هست که در برابر عمل کرده جاهلانه حلم میورزد. یک مثال خدمت شما عرض بکنم.
برخی از شاعران نکته سنج گفتن که مانند درخت میوه باش. دیدین درخت میوه؟ وقتی که این بچه ها اینه که مثلا سنان کمتر هست گویه که نمیتونن برن بال درخت، با کفش خود یا با سنگی با چوبی سنگ میزنه. با سنگ میزنن به این درخت، به شاخه های درخت، و اون درخت به جای این که اونها رو به تعبیری آزار برسانه، میوه خودش به اونها تقدیم میکنه. یک انسان عاقل خیلی خوش سرکتر بود شایدش. میگه که هر که سنگت زند سمر بخشش، یعنی هر که به تو سنگ میزنه به اون میوه بده. هر که سنگ از زند سمر بخشش، کم مباش از درخت سایه فکن. او یک درخت یعنی مثل توی به مقام انسانیت هم نرسیده، ولی با وجود ای همون مقدار بردباری داره. بنابراین این درس هم از درخت بیاموزیم که در برابر رفتار جاهلانه با عقل و با بردباری برخورد بکنیم. بسیار عالی. همچنان سه دقیقه دیگه وقت دارم در خدمت شما. پس یک نشانه دیگه اشاره میکنم، اگر که باز مقداری باقی مون میذاریم انشالله به برنامه جلسه دیگر. یکی از نشانه های بسیار زیبا که باز این میشه پیوند به نشانه قبل باشه، عفو و گذشته. عفو و گذشت یک انسان عاقل به دل نمیگیره. بسیار دیده شده گاهی متاسفانه دو تا برادر، دو تا فامیل، دو تا دوست میگه که یک مثلا رفتار نامطلوب کرده، میاد میگه من رو ببخش عذرخواهی میکنم، میگه نه باشه دیدار ما تو به قیامت. ای عقل نیه، ای جهله. عقل بسیار اهل گذشته، در حالی که در لذت را که از بخشش میبری در انتقام و لذت نیست. در روایت داریم که وجود مقدس از تعمیر فرمودن عقل و ناس اعذرهم للناس، عقلترین آدم ها اون یکی خیلی عذر پذیره. یک کسی اگر ولو به دروغ عذرخواهی کرده، خب اینا در روایت داریم، به خاطر اینکه صفت خدا هست. ببینیم در یک روایت داریم که در آخرت در قیامت یک وقت یک کسی رو میبرن به سمت جهنم پناه بر خدا، بعد همین رقم که میبرن یک لحظه میسته، بعد به او خطاب میشه که چرا ایستادی؟ سرش بالا میکنه میگه خدایا انتظارم این نبود که ما رو به جهنم ببریم. میگه توقعیم بیشتر از این نبود. انتظار تو چی بود؟ خطاب میرسه به بهشت ببریم، خطاب میرسه او رو به جهنم نبریم. بعد هرچند روایت داره، هرچند خدا میفرماد که من میدانم او صادق نیست، این انتظار نداشت، ولی همی که اینجا ای امید داره همینقدر ما از او قبول کردیم. چون یعنی خدا اینقدر بخشنده یه کسی به زبان میگه که من عذرخواهی میکنم، همین مقدار کفایت میکنه که فهمیده کار اشتباهی کرده. ما همین رقم باید باشیم. یک انسان عاقل همین رقمه. حالا برادر او هست، خواهر او هست، فامیل او هست، یک عابر پیاده هست، یک راننده هست، یک همسایه هست، هر انسانی هست بدی کرده، حالا فهمیده که اشتباه کرده، ولو به دروغ بفهمید که دروغ هم میگه عذرخواهی میکنه، یک انسان عاقل میبخشه. البته یک استثناء داره فقط. وجود مقدس امام سجاد فرمودن که حق جاهل و حق کسی که به تو بدی کرده اینه که اونو ببخشی، مگر ای که بفهمی که اگر ببخشی بدتر میشه. یک مواردی هست که اگر این آدم اینجا ببخشی او بدتر میشه، بیشتر بدی میکنه. اینجا به خاطر تعدیب که بازم به نفع او هست این استثناء رو زدن که اگر احساس میکنیم بخشیدن باعث جریمه به ضرر او هست، به ضرر او هست و ضرر دیگران هست، اینجا میتونیم یک کمک. خیلی عالی، تشکر استاد. کوتاه برای ما و بیننده ها دعا داشته باشه. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدای فرج امام زمان ما را برسان، الله عقول همه ما را کامل بگردان، الله گرفتاری از همه بشریت برطرف بفرما. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی تشکر استاد. بر دوستان رفته چه افسوس میخوری؟ ما خود مگر قرار اقامت نهاده ایم؟
بیننده های عزیز و گرامی، سپاس از اینکه تا این دم با ما همراه بودید. این بود برنامه امشب وقت بیداری که تقدیم حضور گرم شما خوبان گردید. تا برنامه بعد همه ایتان را بر الله پاک به ایام تا می سپارم. ایام به کامتان، وقت خوش، خدا نگهدار.